در این ویدیو میخوایم بر اساس درخواست خیلی از دوستان که در مورد عملیات حرارتی و اختصاصاً سمانتاسیون و فولادهای سمانته سوال پرسیده بودن، مطالب کلی رو خدمت دوستان عرض بکنم. سمانتاسیون عملیاتی رو شامل میشه که روی فولادی که پتانسیل سمانته شدن رو داره انجام میشه و زیرگروه عملیات حرارتی هست که خودش این مبحث گسترده‌ای هستش. و به طور کلی فولادهای سمانته فولادهای ساده کربنی و یا کم آلیاژ کم کربنی هستند که میزان کربن در سطح اونها به روش کربن‌دهی میتونه به حدی افزایش پیدا کنه و سطحی مقاوم به سایش و عمقی نرم و چغرمه استاندارد خود فولاد را حفظ بکنه. یعنی در واقع سمانتاسیون یک نوع عملیات حرارتی هستش که بر اساس میزان کربن‌دهی یا کربوره کردن یه ضخامتی از سطح فولاد رو سخت میکنه و به حدی افزایش میده که ساختار سطح اونها پس از سرد شدن سریع از دمای آستینیته به زمینه مارتنزیتی پرکربن با سختی بالا تبدیل میشه. در این صورت سطح مقاوم به سایش پیدا میکنن و همچنین مقاوم به خستگی و ریزساختار مارتینزی یه سخت پرکربنی رو شامل میشه، در صورت که مغز اون قطعه یا اون فولاد نرم و مقاوم به ضربه با ریزساختار مارتینزیتی کم کربن یا پرلیتی یا فریتی تشکیل میشه. در واقع شما فولادی سمانتاسیون رو بعد از عملیات سمانته که روش انجام دادین در یه ضخامتی که بین 50 تا 100 میکرون هست سطحش رو کربوره و سخت میکنین و از ضخامت 50 تا 100 میکرون به بعد همون خواصی که فولاد قبل از عملیات حرارتی داشته حفظ میکنه. در این صورت شما یه قطعه خواهید داشت که هم سطح سختی داره، مقاوم به سایش و خستگی داره و هم مغز نرمی داره و مقاوم به چکش خوری و انعطاف استاندارد اون فولاد رو حفظ میکنه. در صنعت به قطعات فولادی نیاز هست که داره سطح بالایی باشه. در این حال از چغرمگی و مقاومت به ضربه و تنش‌های ضربه‌ای هم برخوردار باشن. برای مثال قطعاتی مثل میللنگ، مثل میل بادامک، مثل انواع چرخ‌دنده‌های گیربوکس‌ها و قطعات تو صنعت قالب‌سازی، قطعات زیرکاری یا زیرین صفحات اسپلیت و اسلایدرها و کشویها و قطعاتی که معمولاً در ارتباط تماسی سایشی قرار میگیرن از فولاد سمانته استفاده میشه و این مقاومت سطحی در برابر سایش این قطعات با عملیات سمانتاسیون بالا میره. روش های مختلفی و تو عملیات حرارتی برای سخت کردن هست که عموماً در بحث عملیات حرارتی که سمانتاسیون هم یک نوع از این عملیات هست تقسیم بندی میشن. روش اول عملیات حرارتی شیمیایی با نفوذ که منجر به تغییر ترکیبات شیمیایی در سطح فولاد میشه. یعنی عملیاتی انجام میدیم که سطحی از فولاد تغییرات شیمیایی انجام میشه، ساختار مولکولی و شیمیایی تغییر میکنه و یک عنصر جانشین در واقع یا جانشین میشه یا اصطلاحاً بینشین میشه، یعنی اضافه میشه به اون عنصرهای شیمیایی سطح فولاد. برای مثال کربن دهی، نیتروژن دهی، کربن نیتروژن دهی،
بردهی و غیره رو میشه ازش اس بود، که کربونه کردن منظور همون فرایند سمانتاسیون میباشه. روش دوم عمل حرارتی موضعیه که بدون تغییر ترکیب شیمیایی سطح انجام میشه و فقط با پروسه گرم کردن، سرد کردن، تمپر کردن، آنیل کردن و اصطلاحاتی که در عمل حرارتی حتما شنیدید به اون سختی میرسید، مثل سخت کردن القایی و شعله‌ای. روش سوم که در واقع متد جدیدیه، 10 سالی هست حالا تو صنعت لاغر ایران دیده میشه، سخت کردن سطحی به روش لیزر و پرتو الکترونی یا پلاسما، پلاسمایی هستش. برمیگردیم تو زیرگروه عملیات حرارتی، عملیات سمانتاسیون. عملیات سمانتاسیون یکی از زیرمجموعه‌های عملیات حرارتیه که به منظور افزایش سختی، بهبود مقاومت در برابر سایش و افزایش استحکام خستگی بدون تأثیر قرار گرفتن خواص درونی یا عمقی فولاد نظیر چغرمگی و چکشخاری در واقع انجام میشه. این عملیات را در دما و زمان مختلف و معمولا در حمام نمک‌های سیانوری انجام میدن، یعنی روش قدیمیش از حمام سیانوری استفاده میشد که خب به دلیل مشکلات زیست محیطی و سختگیری های حالا دوستان در بحث محیط زیست، حمام‌های سیانوری در واقع کم کم کنار گذاشته میشه و پروسه کربونیتراسیون مایع جایگزین شده و از استفاده از حمام‌هایی با ترکیبات سیانوری که برای محیط زیست خطرناکه کم کم کنار گذاشته میشه. فولاد سمانته دارای کربن پایینی به مقدار 0.07% تا 0.25% هستش. این درصد کربن موجب میشه که مغز قطعه کربن داده شده چغرمگی و انعطاف‌پذیری خودش رو حفظ بکنه. مقدار پایین کربن در این فولادها باعث میشه که با سریع سرد کردن این فولادها از ناحیه آستینیتی، میکروساختار سخت مارتنزیت در سطح اونها تشکیل بشه و در واقع این فولادها قابلیت آب دادن ندارن و سختی عمقی هم نمیگیرن. خود فولادیه که با این پروسه کربن‌دهی یا سختگاری سطحی یه ضخامتی از سطح رو مقاوم در برابر سختی میکنن، در برابر سایش میکنن و عمق فولاد تغییری از نظر سختی روش اعمال نمیشه. فولادهای سمانته آلیاژی دارای عناصر منگنز، کروم، نیکل و مولیبدن و یه سری دیگه از عناصر با میزان خیلی کم هستش که استقام و سختی پذیری اونها افزایش داده میشه با عمل حرارتی سمانتاسیون. در نتیجه کربن‌دهی به سطح، این فولادها کربن سطحی به مقدار افزایش پیدا میکنه که این فولادها قابلیت آب گرفتن پیدا میکنن اصطلاحا، یا به عبارت دیگر میشه گفت که با سریع سرد کردن فولاد از ناحیه آستینیتی شاهد تشکیل مارتنزیت سخت و پرکربن در لایه‌های سطحی آن قرار می‌گیرد. مکانیزم سمانتاسیون یا همون کربونه کردن عبارت از ایجاد عنصر نفوذ کننده که همون کربن هست به صورت اتمی، ایجاد شرایط مناسب برای جذب کردن اون کربن توسط سطح فولاد و انتشار عنصر نفوذ کننده تا عمق مورد نظر هستش. در واقع در 3 مرحله نفوذ، ایجاد شرایط جذب و نفوذ و میزان کنترل یا انتشار تا عمق مشخصی رو در بر میگیره. انواع فولادهای سمانته هم در واقع به 2 دسته تقسیم میشن. سمانته های نیکلدار و سمانته های غیر نیکلدار. مثلا فولاد 70XI که در صنعت ما هم خیلی کاربرد داره به عنوان یه فولاد سمانتهی پرمصرف،
از جمله فولادهای سمانته غیر نیکلدار هستش. در واقع اصطلاح سمانته یا سمانتاسیون به معنی سختگاری سطحیه که در نوع مدار حرارتی اون تعبیر و متفاوت میشه نسبت به بقیه عملیات های حرارتی. این فولاد ترکیب شیمیایی منگنز کروم هست، در واقع MnCr5 در رسته 16 هست که از دمای 880 تا 980 درجه سانتیگراد کربن‌دهی میشه، در دمای 780 تا 820 درجه سطح اون سخت میشه و در دمای 150 تا 200 درجه سانتیگراد هم تمپر میشه یا در واقع پسگرم میشه و سطح آن ماکسیموم که البته به سایز هاش رب داره بین 47 تا 50 راکفل یا HRC سختی پیدا میکنه. از موارد کاربرد اون هم میتونه چرخ‌دنده ها و میلنگ ها، صفحه های ضد سایش زیر گیری بوکس ها و قالب ها نام بود. فولاد های سمانتاسیون نوع اول به علت دارا بودن کروم و نیکل بالا در مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسیار بالایی دارند. برای ساخت اونا، برای استفاده‌ای که میشه از اونا میشه مثال زد دنده، پیستون، خارها، شافت های هزار خاردار یا میلفرمون، مثل میلفرمون و یه همچین قطعاتی رو نام بود که با پولیش پذیری خوبی هم که ازش انتظار میره و خواهند داشت به واسطه عناصر نیکل و کرومدار در صنایع قالب سازی تزئین پلاستیک و ملامین و اینجور تیپ کارها هم استفاده میشه که تو استاندارد 5919 یا 7210 استاندارد آساب تقریبا خواص مشابهی دارن. بین این دوتا استاندارد میشه این فولادها رو پیدا کرد. نوع دوم سمانتاسیون فولادهایی هستن که برای کلیه قطعات که باید سطح سختی و سمانتی رو داشته باشن ولی مغز نرمین رو داشته باشن به کار میره، مثل انواع چرخ‌دنده‌ها و کرامویل و